درود به همه عزیزان، امیدوارم که تندرست باشید و ما در راستای برنامه های پیشین خودمون در چارچوب رسانه ایمانی بحث هایی که داشتیم در زمینه فلسفه، در زمینه جامعه شناسی، در زمینه نقد دین، نقد قرآن و غیره بوده و امروز نکته ای رو که میخواستم به شما عزیزان پیشنهاد بکنم که بیاییم با هم درباره انقلاب بیاندیشیم. انقلاب چیست؟ آنچه که در ایران میگذرد آیا انقلاب هست؟ آیا جنبش هست؟ آیا خیزش هست؟ چگونه میشود نامی برای آن حرکتی که در حال حاضر در ایران در جریان هست ما میتوانیم پیدا بکنیم؟ برحال نگاه من این استش که در ایران انقلابه، ولی من باید توضیح بدم. ولی برحال این انقلاب واکنش های گوناگونی رو در جهان به وجود آورده. کسانی که مخالفین این انقلاب هستند، کسانی که موافق این انقلاب هستند. بناگزیر جمهوری اسلامی در برابر انقلاب بوده و پیوسته و پیوسته از راه‌های گوناگون تلاش کرده که این انقلاب رو در واقع وارونه جلوه بده، که این انقلاب رو به اصطلاح خودشون غیر مشروع معرفی بکنه، که انقلاب رو در واقع نتیجه عناصر اختشاشگر معرفی بکنه و غیره و غیره. ولی خب جمهوری اسلامی جمهوری ارتجاعی، جمهوری هستش که جمهوریت با جمهوریت هیچ گونه ارتباطی ندارد، یک حکومت ولایت فقیه نوع خلیفه‌گری هست و برابر این ما میخواهیم در اینجا بگوییم که چه ویژگی های یک انقلاب میتواند داشته باشد و آنچه که مربوط به لحظه کنونی هستش چیست. خوبه نکته رو که همین لحظه من مطرح کردم که برها کسانی هستند که در برابر این انقلاب ایستادند، غیر از رژیم جمهوری اسلامی در ایران و در جهان در واقع مخالفین زیادی این انقلاب داره که گاه به شکل عریان آشکار و گاهی به شکل غیر آشکار این زهر خودشون رو در جامعه می‌ریزند. ببینید عزیزان، در ایران ما میدانیم شخصت هایی هستند که به عنوان اصلاح طلب، به عنوان نواندیش، به عنوان افراد خیرخواه و غیر و غیره که اینها عملا مخالف این انقلاب هستند. آنچه که مورد توجه اونها هست که چه بسا انتقادهایی هم به خود خامنه‌ای داشته باشن، ولی این در اساس نمیخواهن نظام به هم بخوره، نمیخواهن این سیستم سیاسی شیعه‌گری اسلامی به هم بخوره و بنابراین میخواهن کماکان در درونش اصلاحاتی رو به وجود بیارن. حال آنکه ما از این منطق دور هستیم، نه تنها از انقلاب صحبت میکنیم بلکه همچنین میگوییم که اصلاح طلبان در جستجوی به اصطلاح نوعی ترمیم هایی در درون نظام هستند و میخوان همین نظام جمهوری اسلامی رو نگه دارن. چند روز پیش بود که در فرانسه نیز یک همون گونه که میدانید در جاهای مختلف از جمله در فرانسه برنامه های گوناگونی در ارتباط با انقلاب ایران نیز به پا می شود. کنسرت و همچنین جلسات بحث و نشست های گوناگونی که به پا شده است، که از یک طرف بیان جذابیت انقلاب در ایران هست که برای از جمله فرانسوی ها یا دنیای غرب برایشون مهم هستش، و از سوی دیگر هم دیگرانی هستند که هیچ روی خوشی با این انقلاب ندارن و بنابراین در این برنامه که در به اصطلاح انستیتوی دوموند عقب بهش میگن یا انستیتوی جهان عرب گفته میشه، یه مرکز فرهنگی هستش که توسط کشورهای عربی بودجهش گذاشته میشه، حدود نزدیک به 30 سال هستش که به وجود آمده و مدیریت انستیتوت توسط خود فرانسوی ها و شخصیت های مهم فرانسوی به اصطلاح گردونده می شود و از جمله جاک لانگ که وزیر فرهنگ زمان آقای میتران بود امروز در رأس این نهاد قرار دارد. ولی به هر حال برنامه بود در دو بخش، بخش هنری با شرکت خوانندگان به ویژه ایرانی و همچنین فرانسوی و از سوی دیگر یه بخش دیگرش در ارتباط با چی؟ در ارتباط با بحث سیاسی، در ارتباط با انقلاب کنونی.
و یکی از شخصیت هایی که اومد شرکت کرده بود به عنوان سخنران اصلی آقای یان ریشار هست. یان ریشار رو بسیاری از ایرانی ها چه بسا بشناسن. می توانید بنویسید یان ریشار، یا به فرانسه یا به هر حال به لاتین یا به فارسی، و در ارتباط با شخصیت ایشون بلافاصله می بینید. ایشون فردی است به عنوان در واقع ایرانولوگ، یعنی ایرانشناس، که در زمان پهلوی با در ارتباط با کار خودش به ایران میرفته و همچنین در تمام دوران جمهوری اسلامی پیوندهای آشکار و نیمه آشکاری با جمهوری اسلامی به هر حال داشته. و از جمله نکاتی رو که مطرح میکرد که مورد اعتراض من قرار گرفت این بود که میگفتش که خمینی شخصیتی هستش که به فرهنگ ایران بسیار علاقمند هستش، به فرهنگ گذشته ایران بسیار علاقمند بود، و از جمله ای که او فردی بسیار تیز هوش و هوشمند بود که نسبت به کل اپوزیسیون ایران در واقع فردی پیشرفته و پیشرو بود، و از سوی دیگر اینکه او کسی بود که این در واقع وفاداری رو به جامعه ایران داشت، و اون اینکه همه شاهان، حالا منظور همه شاهان، شاهان دوران به 100 ساله اخیر منظورش بود، که رفتند و در خارج مردند و تنها خمینی بود که در ایران باقی موند و در ایران به اصطلاح مرد. خب ببینید، همین نکاتی رو که شمردم برای شما بیان چیست؟ بیان یک تقلب، بیان یک انحراف، بیان یک در واقع دروغگویی در ارتباط با تاریخ معاصر ایران. و آنچه که او باید به صلاح خودش باید توضیح میداد این که چگونه این انقلاب تولید شد، انقلاب اسلامی تولید شد، و بنابراین با سیاه کردن دوره های گذشته و در واقع به نوعی تمجید و ستایش از خمینی کشیده شد. شما بنابراین یک لحظه توجه داشته باشید که ما میخواهیم در ارتباط با انقلاب کنونی ایران صحبت بکنیم. خب می توانیم از انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب ارتجاعی نیز یاد بکنیم که نگاه او به هیچ وجه نبود. او شیفته همون انقلاب اسلامی 57 بود، و بنابراین در این ارتباط بود که من به عنوان معترض بلند شدم و در درون سالونی که حدود 150 نفر نشسته بودند، در نگاهی که او مطرح کرده بود و تک تک به انتقاد کشیدم، و به علاوه گفتم چنانچه او گفته بود که برای کسانی مانند جامعه شناسانی مانند آل احمد، گفتم که شما متاسفانه این آگاهی و این شعور آکادمیک رو ندارید که یک فرد پروپاگاندیست مانند آل احمد رو، که یک اسلامگرای نابود رو، به عنوان در واقع چی جامعه شناس معرفی میکنید. ولی به هر حال به دنبال این بحثا بود که عملا وقتی که بحث من پایان گرفت ایشون آرام گذاشت و از سالن در واقع خارج شد، که مورد اعتراض بقیه افراد و افرادی که آمده بودن قرار نگیرد. بنابراین در اینجا بحث‌های گوناگون دیگه مطرح نیست، فقط این نکته رو توجه بکنید. بحث راجع به انقلاب، این انقلاب بنابراین می‌بینیم که با چنین تحلیلی مخالفت او با آنچه که در ایران می‌گذرد هست. یعنی اون که اومده راجع به انقلاب کنونی صحبت بکنه، عملاً از انقلاب خمینی داره حمایت میکنه، پس بنابراین مخالف انقلاب کنونی است. و این رو یادمون باشه، هر جا که هستیم ما به شکل علمی باید برخورد بکنیم، و به خصوص طرفداران خط خمینی نباید در واقع دنیای ما رو آلوده بکنن. حال بپردازیم به مطلب مرکزی که من میخواستم با شما در میان بگذارم، و مسئله انقلاب. انقلاب چیست؟ انقلاب زمانی هست که گفته می شود از نظر جامعه شناسی که بالایی ها، یعنی حاکمان، نتوانند مانند گذشته به حکمرانی خود ادامه بدهند و پایینی ها نتوانند دیگر سیطره و قدرت بالایی ها رو مانند همیشه بپذیرند. بنابراین بالا و پایین در یک تناقض قرار می گیره، و از تلاش پایینی ها در این هست که بالایی ها، یعنی حکمرانان، رو چیکار کنند؟ از قدرت برکنار بکنن به شیوه های گوناگون. به بیان دیگر، اگر ما از نظر جامعه شناسی حالا همین تعریف عمومی رو نگاه بکنیم به زمان انقلاب 57، که از نظر من یک انقلاب مذهبی، عقبگرا
و در واقع ارتجاعی بود، بحث من عزیزان بر سر تمام جنبش های قبل از انقلاب نیست، جنبش های کارگری، جنبش های حاشیه نشینان، غیر و غیره بود. بله اون کاملا درسته، ولی از لحظه ای که خمینی در واقع هژمونی خودشو بر انقلاب مستولی میکنه و همه انقلاب در واقع در خدمت ایدولوژی شیعه‌گری او قرار میگیرد و لحظه ای که این انقلاب به پیروزی میرسه به دنبال ساخت و پاخت هایی که عملا این جناح یعنی جناح مذهبی ها خمینی آقایانی مانند قدساده یزدی و بنی سعد عملا کردن با دنیای با بخشی از دنیای غرب عملا منجر به میشه که به هر حال ارتش اون زمان در واقع کوتاه بیاید و خمینی به هر حال با ایدولوژی خودش پیروز بشه به عنوان چی؟ به عنوان انقلاب شیعه که عملا نوعی توتالیتاریزم شیعه‌گری بود که قدرت رو به دست گرفت. ولی این رو ما می توانیم به عنوان واژه انقلاب رو به کار ببریم. چرا؟ به خاطر اینکه عملا یک قدرت سیاسی که متعلق به شاه بود او فرو ریخت، یک قدرت جدید سیاسی که متعلق به خامنه‌ای هستش بر سر کار می آید و سیستم در واقع سیاسی، سیستم اداری و سیستم نظامی کاملا جابجا می شود، هرچند که خب بخشایش باقی میمونند ولی که یک دگرگونی یا تغییرات بسیار گسترده‌ای در درون قدرت سیاسی که به وجود می آید. پس انقلاب توجهش به قدرت سیاسی است و قدرت سیاسی رو چی عملا تغییر داد. دو ویژگی انقلاب این است که چه رابطه‌ای با طبقه حاکم داره. با طبقه حاکم ما میدونیم که افرادی که دارای شرکت های گوناگون، کارخانه های گوناگون و به هر حال دارای نوعی نقش در اقتصاد قبل از انقلاب بودن، همه اونها در واقع با تصرف قدرت توسط خمینی عملا از ایران پراکنده شدن، به خارج رفتن، برخی از اونها نیز اعدام شدن و از بنابراین یک طبقه اقتصادی عملا به شکل بسیار گسترده ضربه دید و افراد جدیدی که هول و هوش خمینی بودن با تصرف ثروت‌های دیگران با اصطلاح با مصادره کردن یا دزدی مالکیت دیگران عملا تبدیل شدن گام به گام به یک طبقه جدید. پس برابر این هم دومین ویژگی یک انقلابه، یک قدرت سیاسی، دو طبقه، و این دو در ارتباط با انقلاب ایران صورت میگیره. منتها یه مراتب انقلاب 57 آیا مترقی بود یا نه؟ هر انقلابی مترقی نیست. در طول تاریخ انسان ها ما انقلاب هایی رو دیدیم، داشتیم، انقلاب ها یا جنبش ها که اینها جنبه های مترقیانه داشته، رو به جلو بودن، و انقلاب ها و جنبش هایی که جنبه های ارتجایی و با پسگرا داشتن. منتها چون میخواستن تغییر بدن، این تغییر گاه به سوی جلو بوده، گاه به نفع جامعه و برای رفتن به سوی نوعی عدالت اجتماعی، نوعی بهروزی بوده، یا برخلاف این بنابراین نوعی تصرف قدرت توسط جناح‌های ارتجایی، توسط بخشی از به اصطلاح جامعه به اصطلاح به تصرف خودشون در آوردن چی رو؟ قدرت سیاسی رو. خب بنابراین انقلاب‌ها همیشه مترقی نیستند. انقلاب میتواند ارتجاعی باشد، میتواند چی؟ دارای نگاه و اهداف مترقیانه هم نیز باشد. انقلاب 57 به هیچ وجه جنبه مترقی نداشت، زیرا زیر سلطه ایدولوژی اسلامی بود و برابر این همگونه که اونها میگفتن حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله، و این بیان چکیده انقلاب 57 است. حال این انقلابی که امروز ما شاهدش هستیم که به نظر من شما در نظر داشته باشید، پس از تصرف قدرت در توسط جمهوری اسلامی ما در واقع سه مرحله رو طی می‌کنیم، یعنی از سال 1357 تا به امروز سه مرحله طی میشه. 10 سال اول دوران جنگ ایران و عراق هست که در این دوران در واقع توهم نسبت به قدرت سیاسی در جامعه بسیار قوی هستش، همون شعارهای اولیه‌ای که مجانی می‌کنیم اتوبوس‌ها را، مجانی می‌کنیم چه و چه و هستش و شما می‌روید در درون بهشت برین و غیر و ذلک، این ایده یا این توهم کماکان در دل جامعه وجود دارد و انسان‌های زیادی معتقد هستند که بله همین حکومت اسلامی می‌تواند اونها رو به یک شرایط بسیار زیبایی برساند.
پس 10 سال اول 10 سال توهم هست، ادامه توهم لحظه انقلاب هست. پس از اون ما میرسیم به یک دوره میشه گفت 25 ساله. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که در واقع دورانی هستش که عملا اصلاح طلبان وارد میدون شدن، اونها فهمیدن که انتقادهایی در دل جامعه وجود دارد و مطرح میکنن که نگران نباشید، با همین نظام باقی بمانید و به سوی اصلاحات برویم، زیرا از طریق اصلاحات می توانیم جامعه رو در واقع بهتر بگردانیم و افرادی که عملا دور شدن از قدرت و یا کسانی که در واقع از عدالت نتوانستند بهشون چیزی برسه، عملا با ایجاد رفورم اینها می توانند به اصطلاح یک شرایط خوبی رو به دست بیاورند. بنابراین در این دوران دوم 20-25 ساله دورانی هستش که بیش از پیش اصلاح طلبان، جناح‌های گوناگون حکومتی، نواندیشان همه و همه و بخشی از چپ در واقع اصلاح طلب، این همه اینها کسانی هستند که به نفعی دارن چیکار میکنن، در واقع جلوگیری میکنن از تشدید تضادها در این نظام. پس بنابراین این دوران هم ما یادمون باشه که از جمله جنبش سبز اون زمانی که در دوران احمدی نژاد و دوران دوره دوم احمدی نژاد که با تقلب بر سر کار آمد و مردم آمدند و گفتند رأی ما کجاست، بیان همین دوران هست که آمدند گفتند رأی ما کجاست، یعنی در دل این نظام جمهوری اسلامی ظاهرا می شود کاری کرد و ما رأی دادیم که خوبه بیادش، ولی کن متقلبه آمد، بنابراین آقای موسوی نشد و آقای احمدی نژاد با حمایت که خامنه‌ای شد. پس بنابراین ایده رفورم در دل خود این جنبش سبز نیز وجود داشت. این هم مرحله دوم. و بالاخره می‌رسیم به مرحله سوم که روند جدیدی در جامعه آغاز میشه که از سال 1396 هست و در اینجا ما صدای جدیدی میشنویم، منطق جدیدی میبینیم. از جمله صداها شعارهایی هست که گفته میشود مرگ بر ولایت فقیه، مرگ بر جمهوری اسلامی و اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم شد ماجرا. یعنی اینجا شما شاهد یک گسست هستید، شاهد یک برش هستید. از چی؟ از نظام جمهوری اسلامی و همچنین از سیستم که در واقع اصلاح طلبان تبلیغ میکردن، نه جمهوری اسلامی رو مردم میخواهند و نه اصلاحات در درون سیستم رو میخواهند. بنابراین از سال 1396 و پس از اون میرسیم به سال 1398 با کشتار حدود 1500 نفر رو پشت درهای بسته میکشند، همین ها بیان این رادیکالیزم جنبش هست که داره خودشو تعمیق میکنه، فاصله های جنبش داره کم و کمتر میشه و نوعی در واقع آنتاگونیسمی که وجود دارد خیلی اوریان شده. آنتاگونیسم بین بالایی ها و پایینی ها، دیگر اعتقاد به بالایی ها از بین رفته، اعتماد نسبت به بالایی ها از بین رفته. بنابراین جامعه داره میگوید که بله، پس بنابراین دوران اول که تمام شد، دوران دوم اصلاحات تمام شد و دوران انقلاب فرارسیده است. تا برسیم به این انقلاب ارزم حضور شما که مهسا، که البته خب دختر عزیز ما مهسا رو جمهوری اسلامی کشت، منتها روح مهسا، این واژه مهسا به یک کلیدی رمزی تبدیل شد برای ادامه کاری این جنبش کنونی. بنابراین حدود بیش از 7 ماه گذشته تا لحظه کنونی، درباره این آنچه که ما ببینیم آیا انقلاب هست یا نه، که به نظر من بله هست. چرا؟ همون گونه که گفتم، به نظر من روند انقلاب حدوداً به روند به اصطلاح آغازین این دوران رو ما باید از سال 1396 ببینیم، با رادیکال شدن در واقع مناسبات بین پایینی ها و بالایی ها. پایینی ها دیگه میگن بالایی ها نمیخواد، همون تعریف اولی که خدمتون عرض کردم. و وقتی که ما میرسیم به انقلاب مهسا، انقلاب مهسا میگوید چی؟ زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. وقتی که شما توجه میکنین که مفهوم اساسی که در درون این شعار بسیار ساده ولی بسیار عمیق در ذهن وجود دارد، یک
زن وقتی مطرح میشه یعنی در واقع چگونه ما باید ارزش زن رو، برابری زن رو، حقوق زن رو در دستور جامعه قرار بدهیم. در چرا؟ به خاطر اینکه زن توسط نظام حاکم، نظام سیاسی، نظام دینی، نظام قرآنی پیوسته و پیوسته زن پیوسته سرکوب شده است، از حقوق خودش چی؟ عملا محروم شده است. پس زن می شود بازیگر اصلی، زن می شود در واقع همان، معذرت می خواهم عزیزان، این تلفن نابجایی بود که البته بسیارم از این تلفن های به اصطلاح برحال. بنابراین اینجا زن شعار بلافاصله اولین واژه هستش که در این شعار قرار میگیرد. زن زندگی که ما در ایران داریم، زندگی توأم با خفقان، توأم با فقر، توأم با تهمت، توأم با در واقع این همه بیشرمی های ناشی از حکومت، این زندگی هستش که پاره پاره شده است. این زندگی هستش که عملا انسانهای ایرانی نمیتوانند به راحتی درش حرکت بکنند و زندگی بکنند، از حقوق خودشون باز ماندن. پس بنابراین همه ایرانیان در جستجوی یک زندگی عادی، طبیعی، نرمال هستند، همون گونه که شروین نیز مطرح کرده بود در آیش. پس بنابراین دومی مطلب زندگی، و سومین واژه زن زندگی آزادی. آزادی به چه معنا؟ به این معنا که در واقع دموکراسی نیست، حقوق بشر رعایت نمیشه، بیان آزاد وجود ندارد، ذهنها در واقع در چارچوب این زندان جمهوری اسلامی همه محدود و سرکوب شده هستند. بنابراین این جمهوری جمهوریت نیست، ما میخواهیم در واقع یک نظام دموکراتیکی وجود داشته باشد که از نظر من نوعی تمایلم به این هستش که یک نظام حکومت در واقع لاییک و در شکل جمهوری خواهی به هر حال وجود داشته باشد. پس بنابراین میبینیم که این شعاری که انقلاب مطرح میکنه شعاری هستش که بسیار عمیقه، و در ضمن در همین انقلاب از همون لحظه چه شعارهایی مطرح شد؟ سرنگونی جمهوری اسلامی. وقتی که گفته میشه سرنگونی جمهوری اسلامی، یعنی این انقلاب یک انقلاب سیاسی است، انقلابی است که میخواد قدرت سیاسی رو به هم بریزه و واژگون بکنه. میگوید مرگ به ولایت فقیه، یعنی انقلابی است و اولویت دینی رو در دستور کار خودش قرار داده، اینها رو میخواد چیکار؟ میخواد بندازه دور. بنابراین همین شعار رو در کنار اون شعار اولی که خدمتتون عرض کردن ببینید که این انقلاب یک انقلاب چیست؟ انقلاب سیاسی است، قدرت رو نشانه گرفته است. و به علاوه در درون انقلاب شعارهایی که باز داده شد، آخوند بره گم بشه. چرا آخوند باید بره گم بشه؟ به خاطر اینکه آخوند انحصار، با خون استبداد، آخوند تهجر، آخوند اسلامگرایی است عزیزان من. بنابراین وقتی میگه آخوند باید بره گم بشه، در یک واژه بسیار کوتاه، یک جمله بسیار کوتاه، دنیایی از محتوا درش نهفته است. عملا وقتی آخوند باید بره گم بشه، یعنی ما میرسیم به چی؟ جدا کردن دین از حکومت و رفتن به سوی یک قدرت لایک، کاری که بحثی که ما بارها در این تلویزیون انجام دادیم. خب حال با توجه به این نکاتی که خدمتتون عرض کردم، پس ببینید یک آنتاگونیزم در بین پایینیا بالایا، دو یک شعار عمیق برای زندگی و زن و آزادی هستش، سوم مستقیما میگوید میخواهیم جمهوری اسلامی رو در واقع واژگون بکنیم، سیستم حکومتی رو از سیستم دینی میخواهیم جدا بکنیم. همه این جنبه ها رو شما در نظر بگیرید، همه این جنبه ها بیان چیست؟ بیان یک ژرفای عمیق در درون انقلاب ایران هست. حال ممکنه سوال بشه خب بالاخره این شاید جنبش باشه، شاید خیزش باشه. ببینید عزیزان، ویژگی که انقلاب ها دارن چیست؟ ببینید شما باید به تاریخ نگاه بکنید
تا اینکه درک روشنتری نسبت به انقلاب ایران داشته باشید. انقلاب ها هیچگاه برابر هم نیستند. همیشه انقلاب ها دارای ویژگی های گوناگونی هستند. من فرصت در اینجا نیست که انقلاب های گوناگون رو برای شما توضیح بدم. شما در نظر داشته باشید انقلاب آمریکا، انقلاب فرانسه، انقلاب کمون پاریس، انقلاب مشروطه ایران، انقلاب مکزیک، انقلاب روسیه، انقلاب چین، انقلاب ارزم حضورتون که ویتنام، انقلاب های مانند انقلاب کوبا، انقلاب الجزایر، انقلاب آنگولا، انقلاب های موزامبیک، ساندینیستا، انقلاب های در دوران بهار عربی، انقلاب در ارتباط با کشورهای اروپای شرقی به دنبال فروریزی دیوار برلین، همه اینها انقلابه. آیا شما می توانید انقلاب هایی رو گیر بیارید که دو تاش نزدیک هم باشن؟ نه، به هیچ وجه. این همه انقلاب ها منجر به چی شده؟ قدرت تغییر کرده، گروه های جدید اجتماعی بالا آمدن، ولی کم برگون بوده، با ویژگی های گوناگون بوده. شما در نظر داشته باشید به عنوان نمونه انقلاب فرانسه، انقلاب فرانسه بنابر تاریخ نویسان انقلاب فرانسه حدود 10 سال طول میکشه. انقلاب آمریکا بیش از 25 سال طول میکشه. خود انقلاب مشروطه در ایران حداقل 2 سال، تا برخی نظرها بر این هستش که حدود در واقع چندین سال طول میکشه. همه انقلاب ها از نظر در واقع زمانی متفاوت هستند. خود انقلاب 57 بیش از 1 سال طول کشید. یعنی اون بستری که آماده شد برای اعتصاب های گوناگون و راهپیمایی ها و غیره تا برسیم به اون نقطه های نهایی که تصرف قدرت هست. بنابراین یک انقلاب چیست؟ یک رونده. انقلاب گاه خشونتباره، با جنگ پارتیزانیه، گاه دارای در واقع روش های مسالمت آمیز، غیر خشونت. همه انقلاب هایی که اتفاق افتاده شکل های گوناگونی رو به این ترتیب تجربه کردن. انقلاب آمریکا توأم با جنگ بوده است، انقلاب الجزایر توأم با جنگ بوده است، ولی انقلاب های مانند انقلاب میخک نبوده، انقلاب های مانند انقلاب نارنجی اوکراین توأم با جنگ و خشونت نبوده، انقلاب های مانند ارزم حضورتون که آنچه که در آلمان اتفاق افتاد و چکسلواکی اتفاق افتاد و غیر و ذالک توأم با جنگ نبوده. پس بنابراین بله، می تواند توأم با جنگ و خشونت باشد و می تواند نباشد، می تواند بلند باشد، می تواند کم و بیش کوتاه باشد، میتواند فرم های گوناگونی داشته باشد، در درون خیابون ها سرریز بکنند و میتواند به شکل های اعتصاب های گوناگون کاریگری در بیاید. و بنابراین ما با تنوعی در ارتباط با انقلاب ها مواجه هستیم که این انقلاب ها هم تازه کسانی که درش بازیگری دارند افراد گوناگونی هستند. انقلاب کنونی ما در ایران ما چه کسانی درش شرکت دارند؟ خب ما میدانیم، جوانان، زنان، دختران جوان. و همچنین این انقلاب رو وقتی که ما نگاه میکنیم اعتصابات کارگری درش وجود داره، اعتصابات بازنشستگان وجود داره، اعتراضات مادران زندانیان سیاسی وجود داره، تمام اون مراسمی که روی گورهای عزیزان ما در واقع برپا میکنند و هر صحنه در واقع خاک سفاری رو تبدیل به یک مبارزه سیاسی میکنند، همین ها جلوه های گوناگونی یک در واقع یک بعد گسترده تر، یک حرکت وسیع تر که میتوان بگویید جنبش انقلابی، همین ها در بستر یک روندی هستش که من بهش میگم انقلاب. خیزش نیست، فقط میخواهد چیزی رو سرنگون بکنه، میگه مرگ بر جمهوری اسلامی، میخواد چیزی رو بر روی قدرت بنشونه. از جمله چی؟ زنان، جوانان، دموکرات ها. به این ترتیب هستش که ما
ماهیت این انقلاب رو در نظر بگیریم. تفاوت ها رو با انقلاب های گوناگون میتونیم همیشه مورد بحث قرار بدهیم، ولی تردید نکنیم. همین امروز هم ببینید عزیزان، همین امروز هم شما در نظر بگیرید انقلاب های اولیش، این انقلابی که در ایران به وجود آمد به دنبال قتل مهسا سقز و پس از اون در بسیار از شهرهای ایران انقلاب رشد کرد، به نفعی که در ابتدا حدود 30 شهر و رسیدیم به بیش از 100 شهر اعتراض و مبارزه های خیابانی رو ما دیدیم. بعد از یک دوره این فرم های خیابانی یه مقدار تخفیف پیدا کرد، کاهش پیدا کرد، تا رسیدیم به چی؟ به دوران در واقع جدیدتر. یعنی چی؟ یعنی دورانی که مربوط به چهارشنبه سوری، عید، نوروز و همچنین سیزده بدر. دیدیم که بنابراین حدود 60 شهر باز در درون این شهرها مبارزاتی در درون خیابانها، با ویژگی چی؟ با ویژگی این که نه تنها شعارهای سیاسی در اینها بود، بلکه پیوند خورده بودن با چی؟ با جشن نوروز. پیوند خورده بودن با چی؟ این ترکیب جدید و جالبی بود، با رقص، موسیقی. در طول تاریخ این چند ماه اخیر شما هر چقدر که دقت بکنید، خشونت رو جمهوری اسلامی پیوسته و پیوسته تحمیل کرده. عزیزان ما در واقع در چارچوب یک قدرت مدنی حرکت کردند، خشونتی به کار نبردند. چرا؟ به خاطری که ما ببینیم همین امروز هم، توجه بفرمایید برای پایان دادن به بحث من، همین امروز هم در ایران ما چه میگذرد؟ یک جنبش بزرگ زنان برای دفاع از چی؟ از آزادی در پوشش، بنابراین مبارزه علیه حجاب. نگاه بکنید به برخی این فیلم ها، توجه بکنید در برخی منطقه ها هستش که حتی تعداد خانم های بدون حجاب به مراتب بیشتر از خانم هایی که دارای حجاب هستند، عمومیت پیدا نکرده. ولی شما توجه بکنید که در این دوره یک ماهی اخیر جدالی که آغاز شده، بیش از پیش زنان دارن مهر خودشون رو روی این انقلاب باز به طرز دیگری دارن میکوبند. و این یعنی چی عزیزان؟ به این معنا هست که این انقلاب خواهان تصرف قدرت سیاسی است، یعنی انداختن جمهوری اسلامی، و در درون جمهوری اسلامی اختلافات، تضادها، شکافها بین بانتهای گوناگون بیش از گذشته افزایش پیدا کرده، و بنابر گفته های خود اینها در این دورانی که انقلاب مهسا هستش بیشترین مشکلات و جمهوری اسلامی برای ادامه کاری خودش داشته است. و سوی دیگر شما نگاه بکنید این حرکتی که داره انجام میپذیرد در ارتباط با حجاب، یک حرکت در اعماقه. یعنی چی؟ یعنی این انقلاب نه تنها میخواد جمهوری اسلامی رو بندازه، بلکه همچنین هر جامعه دارای هنجارها یا نرمهای خاص خودش هست، قواعد خاص خودش هست. در ایران اسلامی کنونی، متاسفانه میگم ایران اسلامی، در واقع این جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی که بر ایران سوار شده، اینها دارای یک سلسله قواعد هستند، قواعدی که در سیستم قضایی وجود داره، در سیستم اداری وجود داره، در سیستم سیاسی وجود داره، و همه اینها از فقه شیعه، همه اینها از اسلام و قرآن مایه گرفتن. خب و همین نمونه حجاب رو نگاه بکنید، حجاب پایش در درون قرآنه، حجاب پایش در درون تمام خط شیعه وجود دارد، در درون رساله های عملی آخوندها وجود دارد، و در درون چی؟ اون قانونی که حدود در سال 1162 اینها تصویب کردن که علیه زنان، برای سرکوب زنان، و اون رو به عنوان حجاب اسلامی، قانون مربوطی به حجاب اسلامی نامیدن، که زنان رو گفتن کسانی که حجاب رو رعایت نکنن در واقع چی؟ 74 شلاق به اون خانوم ها در واقع وارد می شود. شما یک لحظه توجه که چقدر وحشیانه هست که خواهران و مادران ما یک مش افراد مرتجع تشخیص بدهن که به فرض
چادرش این بر اون بر شده و این انسانهای شریف رو چیکار کنن؟ با شلاق تنبیه بکنن. یعنی همون رفتاری که با بدترین حالتها در به اصطلاح بدترین شرایط نسبت به بردگان عمل میکنن به همین ترین جمهوری اسلامی. امروز یادتون باشه عزیزان من، در کل جهان یعنی روی 196 کشور فقط دو کشور هست که حجاب اجباری هستش، ایران ما با این تاریخ بزرگ خودش و افغانستان با طالبان مرتجع، و این یک در واقع فاجعه هست. و زنده باشن همه این ایرانیان، همه این جوانان زنده باشن، و آفرین به همه زنان ایران زمینی که در حال حاضر با تعهد خودشون، با عمل خودشون این استبداد رو دارن میشکنن، استخون پس از استخون این استبداد رو دارن میشکنن. به این خاطر هستش که پس یادمون باشه این انقلاب ادامه پیدا خواهد کرد، یک در واقع روند انقلابیه، گاه پررنگ می شود این حرکت یا اون حرکت، این شکل یا اون شکل، ولی که به کار خودش ادامه می دهد. این حدود 7 ماه طول کشیده و مطمئن باشید که این روند نیز ادامه پیدا خواهد کرد، و در این مسیر جمهوری اسلامی بیش از پیش از درون در حال تلاشی هستش. این انقلاب دوستداران و یاران بین‌المللی بسیار زیادی رو در کنار خودش جمع کرده، مطمئن باشید، و بنابراین حرکت عمیقی که در دل جامعه هست میخواد نه تنها قدرت سیاسی رو، بلکه همچنین نرمهای فرهنگی اسلامی رو نیز به کنار بگذاره. چرا؟ به خاطر اینکه حجاب یعنی چی؟ حجاب یعنی قرآن، حجاب یعنی استبداد حکومتی، حجاب یعنی قانون این استبداد، و اینها رو عزیزان ما با به دور انداختن حجاب، با سوزوندن حجاب میخواهند چی؟ کاملا باطلش بکنند. پس این یک انقلاب فرهنگی نیز هست. و این جمله آخرم هست که عزیزان یادتون باشه، به هر حال مبارزه علیه حجاب یکی از وجه‌های مختلفی مربوط به چی؟ مربوط به انقلاب کنونی هستش. انقلاب کنونی یک انقلاب سیاسی، انقلاب برای آزادی هستش، انقلاب برای در واقع تغییر رژیم سیاسی موجود هستش، ساقط کردن این جمهوری اسلامی هستش. ولی در ضمن این انقلاب داره میگوید که چی؟ بله، من در ضمن برای آزادی زن، من در ضمن برای آزادی پوشش دارم عمل میکنم. و جمهوری اسلامی مسئله حجاب برایش یک امر حیثیتی هستش، هویتی هستش، نمیخواد این رو از دست بده، ولی که زور جامعه داره به نقطه ای میکشاند که جمهوری اسلامی رو که به اصطلاح تا حدودی شاید اینجا اونجا عقب نشینی بکنه، ولی که این عقب نشینی های تکنیکی و تاکتیکی هستش. یادمون باشه هدف کماکان زدن سرنگونی جمهوری اسلامی، برچیدن نظام اسلامی و قواعد اسلامی هستش. پس بنابراین رفتن به سوی آزادی کامل برای میهن عزیزمان است. سپاس از شما.